واکنش ها به پلاتوی جنجالی فردوسی پور، یک بام و دو هوا به سبک عادل. تو فرزند رسانه ملی هستی آقای فردوسی پور. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز فوتبال 360. از آخرین مصاحبه‌ای که من تو فوتبال 360 انجام دادم نزدیک 7 ماه میگذره. یه وقفه طولانی داشتیم و توی این مدت هممون ناراحت بودیم و عزادار. دیگه صحبت درباره فوتبال و برنامه فوتبالی ساختن و مصاحبه فوتبالی گرفتن اولویت هیچ کدوممون نبود و حرفای مهمتری برای شنیده شدن وجود داشت. دوشنبه شب بود که مصاحبه جدید برنامه فوتبال 360 بعد از 7 ماه غیبت شخص عادل فردوسی پور مقابل دوربین برنامه‌اش منتشر شد. مصاحبه‌ای حدوداً 1 ساعته که بخش اول این گفتگوی مفصل با ستاره این روزهای شهر روتردام و یکی از کاپیتان‌های تیم ملی که در بخش ابتدایی اون پلاتوی ویژه‌ای توسط مجری و تهیه کننده سابق برنامه 90 با جملاتی بحث برانگیز اجرا شد. عادل در پلاتوی یاد شده با پشتیبانی از اعتراضات اخیر گفت: اون چیزی بر ما در این ماه ها گذشت بسیار دردناک بود و اثرش با ما خواهد بود و از حافظه جمعیمون پاک نخواهد شد. جوانا و عزیزایی که توی مدت از دست دادیم یا آسیب خوردن همشون عاشق زندگی بودن و امید داشتن. ما امید و عشق به زندگی رو از این عزیزان یاد گرفتیم. ما ناامید نمیشیم. ما همدیگر رو داریم و به زندگی کردن ادامه میدیم و با کمک همدیگه تمام توان و تلاشمون رو به کار میگیریم تا ایران بهتری رو برای جوانامون بسازیم. فردوسی پور در حالی بعد از این صحبت‌ها با لحنی جالب توجه جهان بخش رو بابت ماجراهای تیم ملی از فوتوشوت‌های جنجالی تا حضور در کاخ ریاست جمهوری سرزنش میکنه که خودش هم بابت عدم واکنش روشن و صریح به همین اتفاقات و البته همکاری مداوم و بدون وقفه با صدا و سیما در همین بازه زمانی مورد انتقاد قرار گرفته. کشور فضاش کاملا ملتهب، پر از تنش‌های سیاسی، مردم ناراحت، اعصاب و داغون. تیم ملی رفت اردو. تو اردو تولد علیزا بیرامن گرفته میشه، در شرایطی که هم مردم انتظار داشتن که جمع کنارشون باشید، همراهشون باشید. عکسای تولد اومد بیرون. جلوی اوروگوئه گلی که زده شد، شادی بعد از گل انتظار داشتن نکنه، شادی بعد از گل انجام شد. بعد اون مراسمی که رفتن دیدار رئیس جمهور، حالا اونجا یه سری عکسای اومد بیرون که کورنشتور بود عکسا. یه نکته‌ای که من فکر می‌کنم خیلی دیگه نمک پاشید روی زخم مردم، اون فوتوشوت فیفا بود. من کاملا درک میکنم پروتکل فیفا بوده، همتون مجبور بودید به عکس بگیرید، ولی اینکه نمیدونم جست بگیرید در برابر هم و ناز بیارید برای همدیگه و نمیدونم اینا، خیلی مردم رو فهم میکنم ناراحت کرد. در یکی از همین دست واکنش ها علیرضا محرمی، روزنامه نگار با سابقه ورزشی، با مخاطب قرار دادن فردوسی پور نوشته: برنامه فوتبال 120 در شبکه ورزش صدا سیما، همان سازمانی که استخدام رسمیش هستید و بسیاری به غلط معتقدند از صدا سیما بیرون شدید، ادامه داشت. اتفاقاً مردم از آنهایی که دوستشان دارند، انتظار دارند کارشان را ادامه دهند، اما در مسیر درست. در تک برنامه درست فوتبال 120 در این 7 ماه، نوید استاد رحیمی آیتمی روی آنتن برد که تبعاتش حذف او از برنامه بود. عادل فردوسی پور ماه گذشته در حالی با خواندن نریشن ماجرای لینکر و بی بی سی به مدیران شبکه 3 بابت کنار گذاشته شدن خودش طعنه زده بود که مهر ماه نوید استاد رحیمی را با دستور مدیران شبکه ورزش کنار گذاشت. محرمی در ادامه نوشته: مشکل من صرفاً تناقضات است، بزرگ نمایی و فراموشی. وقتی دانشجویان شریف چند روزی در محاصره بودند و خوراکشان گاز اشکاور و ساچمه دم نزد و در آن روزهای سیاه یک کلام نگفتی تا روزی که به اصطلاح آبها از آسیا بیفتد. واکنشتان مدتی بعد نشستن بر سر سفره در حیات دانشگاه بود و جمله‌ای مشابه جمله نمایندگان مجلس.
اما بسیاری از آنها که میشناسید از سکوت طولانیتان چیزی نگفتند و سر سفره نشستن را بزرگ نمایی کردند. در این بین عادل حالا از سمت قشر نزدیک به حاکمیت هم با اتهام بازجویی از جهان بخش روبرو شده و به نوعی در آمپاس قرار گرفته. فراموش نکنیم در بازپخش نوروزی سریال پژمان توسط شبکه نمایش صدا و سیما اسم عادل فردوسی پور سانسور شده و با همین وجود تهیه کننده فوتبال 120 دست از ادامه همکاری با شبکه ورزش نکشید.